خانه آمدیم، در مکان قرار داریم که مادرم همراه دو تا دخترک های زندگی میکنه. آمدیم که مادر جانم خودش کار میکنه، زحمت میکشه و دخترک مریضی داره که با تکلیف گرده شب و روز دست پنجه نرم میکنه. و دوینم سالم شمی دخترم زهرا گرداش از فعالیت منطق و درشم ریش سفید پیر است و اون بخید ای دو سال تکلیف ها پیدا کتم. پول نداره سبایی مره به بای شام خانه مینم فهم کجا مره نمره میکنم اونجا دایی شرایط خراب کجا میگردی درس میرفته یکی از گرداش فعالیت من دال بخی زنش خراب شده دیگه و اتاشیش منه که بودی از بی پولی پدر تو از خانه کرایی خودمون مگذره کار مکنیم پاکاری خانه خود پاکاری خانه مردم پاکاری خانه مردم مگذره نام خداوند. سلام خدمتتان، امیدوارستم صحت سلامت باشین. با برنامه پس کوچه های میروانی خوش آمدین. ای بار خانه آمدیم، در مکان قرار داریم که مادرم همراه دو تا دخترک های زندگی میکنه. آمدیم که از مشکلات از اینا خبر شیم، همراهشون قصه ها داشته باشیم. مادر جانم خودش کار میکنه، زحمت میکشه و دخترک مریضی داره که با تکلیف گرده شب و روز دست پنجه نرم میکنه و طفلک دیگیشان است. ما زیاد گپ نمیزنم، از خود مادر جان پرسان میکنیم که چی مشکل ها دارم. مادر جان سلام. سلام. خوب هستی مادر جان؟ صحتت خوب است؟ شما خوبین خیلی. زنده باشین، سلامت هستین. خواهر جان خوب هستی؟ خوب هستی. صحتت خوب است؟ چی حال احوال؟ دخترک خوب هستی؟ مادر جان میشه از مشکلاتتون برامو بگویین؟ مشکلات چمی دوینم سالم شم دخترم زهرا گرداش از فعالیت من تخت پترشم ریش سفید پیر است و اون بخید ای دو سال تکلیف ها پیدا کتم. پول نداره سبایی مره به بای شام خانه مینم فهم کجا مره نمره میکنم اونجا دایی شرایط خراب کجا میگردی این دختر مریش ده یک بندهای خدا یک هزار دو هزار کمک میشه و یه چیز هم نمیشه پول زیاد کار از یه ای دیگه مگه یک این شفخانه خاتم نبیین برده از به پولی مورو جواب کد حالا این دشار نو مدریم مگه اینجا باید مادم ها ماینات شود تداوی شود یک 20 لک روپیه 15 لک باشد الا کمتر نیتی آخر شیک 20 لک روپیه پیوند موشه دیگه مالجهش از او کم نمشه مورو از این جواب کد حالا این دشار نو مدریم یک کم بیش مردم کمک میشه و مورو خیلی میگه خانه شود اما قدر موشه که یک روز مره باز وقت های از دالیس خطا مخه باز دادم دکتر مورد دکتر مگه چرا این دوا سر وقت چی نمیری که دوایش تا دوایش دوا خود از این خریده نمیتونی از بپلی یعنی 3000 این خانه را کرا میدین دیگه همی پدرشم مادر جان چقدر وقت شد گفتی دو سال شد این مریضی را پیدا کردن دو سال هم زیاد شده خب پیش از او بود شما نمیفهمیدیم پیش از او بود نفهمیدیم هر قلم دوایش چند میشه که میگیری مادر هر قلمی که میگیریم همزه کمشی 3400 دوایش که نمیگیریم مقصد هم باز چطور است اشتیا داره نداره باز وقت اگر دوایش اگر رسیده شد اونو اگر اشتیا داره اگر نداشت نه تو زینش هم فعالیت داره درس میره نمیره درس میرفته یکی از گرداش فعالیت من دال بخی زینش خراب شده دیگه و اتاشیش منه که تو از بی پلی پدر و از خانه کرایی خودمون مگذره کار مکنیم پاکاری خانه خودت پاکاری خانه مردم پاکاری خانه مردم مگذره اینجا شور مکنیم کار مکنیم یکذره دوای همزی دختر شده از خرش خوراخ تیر استیم دیگه مقصد همی دختر مگه یکذره تداوی شد دیگه خیر همی دختر خواهر جان تو درد رو میست میکنی درد میکنی آره باز اشتیا نداره چیز دلت نمیشه باز وقت گشتن نمیتونه از پای مونه باز وقت پایش درد نه دیش درد نه باز وقت سرش درد نه راست به کار تا خیر خدا من مهربان است تشویش نکن ان شاء الله که با کمک بیننده ما ما کمکتون میکنیم به خیر تو تداوی میکنیم ان شاء الله لالایت آمده
دیگه تشویش نکو. خیلی خوش بودم از خیلی دیگه کاربار نیبینم. این شرایط خرابیست کاربار. دکترها دقیقا گفتین که تداویش میشه. تداویش میشه. ایلی مو پول ندرک تداوی نمشه. تداوی میشه. مگر چرا نمشه. پیش از دو سال که درد نداشتی، مکتب میرفتی، چه قسم بودی؟ مثلا در درسای چطور بودی؟ مدرسه تو یک دفعه مریضی آمد یا کم کم مریض بود. وقت هم اقتصاد ضعیف بود. اقتصاد ضعیف بود از بیپلی میره یک دفعه دکتر بود و نه دسته کشی هسته مکتب ضعیف هسته دیگه خوراگی سایینی هسته که تداوی شود یه دیگه مریض هم خواه یه مریض شد دیگه نال نمشه دیگه نال کیره دکتر بود از بیپیسیگی نمشه که مالجه زیره کنی انجام بدی بیپیس ها نمشه که دکتر بریم. پار سال چند فصل شبخانه خاتم نبید خود ما پدرشم مریض بود کرونا بیفته بود مریض بودی دخترم مریض بودم این ترمو بردم کشل دازم متر دازم متر متر وانا بالا نمکد که خاله دختر تو کرونا داره مریض است سلفه هم مکد تاو داشت باز از شبخانه دکترها جواب میداد باز دو دفعه ای را کشل بردم از این متر دازم متر از این متر دازم متر پول بشد کدم باش در بستی نبری یک مریض خورم شبخانه نبری این آلای نشاره نبری کشل نبری مادر چون بازده خانه که میری کار میکنی حالا خود اوج کرونا است در این وقت ممانعت نمی کنن که نبی خانه ما کن می گفت یک چند وقت ما خواهم گفتم مجبور استم دیگه کار نکنی که مریض بمو امین مریض ما سخت از دیست مره خودت کار میکنی کرای خانه را میدی خرچ از اینا را میدی پیسه دوایش را میدی آن تا یک کم دون بندای خدا یک هزار دو هزار مردم کمک میشه دای دختر یک کم خرچ کم بیش خرچ خانه میشه کم بیش نمیشه اما تر مقصد خلاصه کلام یک روز ترمون چقدر سخت از بین برای عزیز یک مادری که تمام مشکلات بار دوش شده و خودش کار میکنه زحمت میکشن تا که فرزندایش آرام باشه بخصوص مریضی که در خانه داره شوهرشان مریض است و ریش سفید است و هم ریش سفید مریض هم تکلیف میده برای بچه خودش مشکل خب بیا مادر جان خداوند بزرگ است انشالله که بیننده عزیز مشکل از این مادر دیدین بخصوص دخترک جوانی که با هزار آرزو امروز فقط با مریضی دست پنجه نرم میکنه انشالله که صحت یاب شد و کمک شما و بتانه دوباره به مکتبش بره و دوباره لبخند بزنه یک چشمای نازنینش ازش دور باشه و خصوص مادر ما حرام آسوده باشه ما را کمک کنین امرایی کنین به خصوص فامیل مادر جانه که ما بتانیم خواره که ما را از مشکلات نجات بتیم سلامت باشین لایک کنین سابسکرایب کنین کامنت بگذارین همه شما را یاری رسانین تا ما دیگرها را یاری رسانین بخصوص مادر جان ما مادر جان چیز گفتنی نداری؟ گفتنی است خواهش مندم از قلم قرب از دستا که از بینندان های عزیز که می کمک کنم دختر مسیر من شد بخی همی مشکل همی مشکل دیگه در خوزه چیز نیمی همی که جور شده من تمام چیزا پاگ مدر تشویشی همی خوب بچه های خورد خودون مهم که پدرشی که دختر مریضه گردایش فعالیت نداره دست آمد می خزم ورمه خیلی مشکل ها دیگه دخترک نامک تو چی هست؟ ها؟ راستی جون مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ دو صنف دو؟ چند نمره هستی؟ دو نام خدا راستی جانم کار میکنه برات مادر یعنی؟ که کارخانه یک چیزه راضی کمک میشم راضی خوب بینندای عزیز امید از اینکه اینا از این مشکلات خلاص شوند سلامت باشین خدا حافظتون